آی سیفی کام، به عنوان یک ناشر ایرانی که در خارج از ایران کتاب منتشر میکنیم با چه چالش های مواجه هستیم؟ خب ببینید، شاید ما اول در نگاه اول فکر بکنیم خب ما چون با مشکل سانسور و سد بزرگی مانند وزارت ارشاد روبرو نیستیم، نشر کتاب برای ناشران مستقل ایرانی خارج از کشور بسیار پروسه راحتی باشه. البته از این منظر اگر بخوایم بهش نگاه کنیم که سانسوری وجود نداره و کتاب مدتها در پشت دیوارهای وزارت ارشاد خاک نمیخوره تا ممیزی و سانسور شاملش بشه، بله راحته. اما خب یکی از اصلی ترین چالش های ما به عنوان ناشر این هستش که ما با یک مخاطب در واقع منسجم در یک جا مواجه نیستیم. خب میدونیم که ایرانی ها در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف اروپاییش، آمریکای شمالی و کشورهای مانند استرالیا و نیوزیلند پراکنده هستند و همین خودش بزرگترین چالش رو برای ما ایجاد میکنه که وقتی یک اثر با یک پروسه طولانی با زحمتهای فراوان شما بگیرید، از ادیت، تصحیح، صفحه‌آرایی، صفحه بندی، طراحی و نهایتاً چاپ و صحافی آمده میشه و حالا چطور باید این کتاب رو نه تنها به این مخاطب پراکنده در سراسر دنیا معرفی کرد و یا به دست اونها رسوند که گاهن ممکنه حتی هزینه پست یک کتاب از خود کتاب بیشتر بشه، که این خودش یک چالشه که آیا این مخاطب واقعا اونقدر علاقه‌مند به کتاب هست و حاضره که هزینه بکنه، حتی هزینه یک در واقع پست بیشتر که این کتاب رو تهیه بکنه به جای خود. اینکه چند درصد از این در واقع چند میلیون ایرانی که در سراسر جهان پراکنده هستن هم اهل کتاب هستن، ما میدونیم که در ایران متاسفانه سرانه کتابخانی بسیار پایینه و همین چالش و مشکل هم در بین ایرانیان خارج از کشور وجود داره. نتیجتا با یک چالش چند وجهی ما روبرو هستیم: یک، پروسه در واقع طولانی و سخت انتشار کتاب; دو، معرفی و رسوندن کتاب به دست مخاطب پراکنده; و سه، مخاطب پراکنده ای که در میون اونها هم قشر کتابخوان متاسفانه کم هستش. این یکی از مهمترین چالش ها هست. علاوه بر اینها چالش های دیگه هم هست، مانند این که برفرض میگم ما خب به دلایل مختلفی و از جمله هزینه بالای مثلا ویراستاری، عموما ناشرها یا خودشون مجبورن کار ویراستاری رو به صورت مستقل انجام بدن یا نویسنده ها این کار رو انجام میدن، که در نهایت این وسط پروسه ویراستاری به نوعی به یک پروسه کاغذ فرسا بین ناشر و نویسنده هم تبدیل میشه که خودش داستان مجزایی. اما اگر بخوام کوتاه بهتون بگم، این مواردی بودن که اشاره کردم. در زمینه ادبیات کردی به طور ویژه چه برنامه‌ای داری؟ ببینید، ادبیات کردی خب یک ادبیات بسیار گسترده هستش و ما حداقل چندین لهجه کردی رو داریم که خب وقتی که میخوایم کتاب منتشر بکنیم باید این رو در نظر بگیریم که این کتاب ها آیا اون ویژگی ها رو دارن که بشه به مخاطب کرد در مخصوصا کشورهای مختلف ارائهش داد یا نه، مخصوصا وقتی که ما میبینیم که دو آلفابت مختلف، هم آلفابت عربی که در واقع رسم الخط قدیمی کردی هستش، البته اگرچه چند حروف خاص خودش رو داره، و همچنین آلفابت در واقع لاتین هم وجود داره. ما سعی کردیم به هر دوتای اینها کتاب داشته باشیم که بتونیم تمام در واقع مناطقی که یا افرادی که به لهجه های مختلف کردی تسلط دارن و میتونن کتاب بخونن رو انجام بدن. اما خب کارهایی که تا الان انجام دادیم، برای مثال هم انتشار کتاب، مخصوصا کتاب کودکان به زبان کردی بوده، و هم ترجمه آثار کردی به زبان فارسی بوده که خیلی کمک کرده به در واقع شناساندن ادبیات کردی به مخاطب غیر کرد زبان، و ما همچنان مایلیم و دعوت کردیم از نویسنده ها و مترجم ها و شاعرهای مختلف کرد، البته نه تنها کرد، از دیگر زبان ها، عربی، ترکی و غیره، که بیان و اگر مایل هستن ما به همون زبان ها بتونیم کتاب های اونها رو منتشر بکنیم. چون خب هر زبانی میدونیم که دانش و در حقیقت فرهنگ خاص خودش رو حمل میکنه و کتاب وقتی که به اون زبان ها منتشر میشه، طبیعتا اون انتقال دانش و فرهنگ رو هم در دل خودش داره و انجام میده. به همین خاطر ما سعی کردیم مخصوصا در طی نمایشگاه کتابی که برگزار میکنیم، این ارتباط رو با مخاطبان در زبان های مختلف علل خصوص کردی انجام بدیم که بتونن اگر نویسنده مایل هست کتابش رو به زبان کردی چاپ بکنه، بتونه با ما تماس بگیره. در رابطه با چالش هایی که دارید در خارج از کشور و برای نشر،
یکی از چالش هایی که زیاد ازش نام برده میشه رابطه ناشران تبعیدی با هم ناشران خارج از ایران. شما این رابطه رو چطوری ارزیابی میکنید و چه چالش هایی میبینید درش؟ در سالهای دور این رابطه به دلایل مختلفی چندان آسان نبود که یکی از مهمترین دلایلش این بود که خب راه‌های ارتباطی هم مانند امروز آسان نبود، اما خب امروزه خوشبختانه نه تنها این روابط بسیار نزدیکتر شده و الان مثلا بسیاری از ناشران ایرانی عضو آلیانس هستند که در واقع به نوعی میشه گفتش که اون فدراسیون ناشران مستقل اتحادیه اروپا هست و خود ما هم یک گروهی رو تشکیل دادیم که از حدود 7 سال پیش این گروه متشکل از نزدیک به 30 ناشر ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی هست. البته باید اشاره کنم که ناشرین افغانستانی هم در میان ما هستند و سعی کردیم که همکاری های مختلفی رو داشته باشیم، هم در زمینه تبادل کتاب که کمک کرده کتاب در بین کشورهای مختلف چرخش بیشتری داشته باشه و به مخاطب ایرانی در اون کشورها بیشتر برسه، و هم در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی مانند مثلا برگزاری جلسات رونمایی کتاب یا سخنرانی برای نویسنده ها، و از همه مهمترش برگزاری یک نمایشگاه کتاب به اسم بدون سانسور که همزمان هست با نمایشگاه کتاب تهران، که خب با این تفاوت که ما به عنوان ناشران مستقل خارج از کشور چون اجازه در واقع شرکت در این نمایشگاه رو نداریم و کتابهایی که ما اینجا منتشر میکنیم امکان در واقع عرضه در اون نمایشگاه رو ندارن، ما همزمان به عنوان در واقع یک صدای اعتراضی در مقابل سانسور هم این نمایشگاه با ابتکاری که نشر نوگام در 7 سال پیش به خرج دادن، این گروه از ناشرها جمع شدن و دارن این نمایشگاه رو اجرا میکنن که من جا داره اشاره بکنم که الان این نمایشگاه بدون سانسور به جرئت میشه گفت که یکی از بزرگترین در واقع ایونت های ایرانیه که در سراسر دنیا داره برگزار میشه، چون هر سال دست بیشتر از حداقل 15 تا 17 کشور و بیشتر از 30 شهر اروپایی و آمریکای شمالی داره این نمایشگاه برگزار میشه، ناشرها میرن کتابا رو عرضه میکنن، که این خودش نشون میده که خب این ما تونستیم یک همکاری خوبی رو با همدیگه داشته باشیم. در خصوص همین برگزاری نمایشگاه کتاب بدون سانسور صحبت کنیم. از دید شما برگزاری این نمایشگاه در سراسر جهان چه کارکردی در اشاعه ادبیات آزاد ایرانی داره؟ خب ببینید این بسیار مهمه. ما وقتی که مثلا میگم با محدودیت های بسیاری در ایران روبرو هستیم، جدا از اینکه سانسور وجود داره، نویسنده ها نمیتونن آزادانه آثار خودشون رو به چاپ برسونن و عموما کتاب های ایرانی به دلیل یک بخشیش که سانسور هستش و یک بخشی مخاطب محدود در حقیقت زبان فارسی هستش، در کشورهای دیگه بسیار کمتر ارائه میشه. به همین خاطر این نمایشگاه کمک میکنه. ما در سالهای گذشته مثلا شاهد بودیم که برفرض من در شهرهای مانند بروکسل بودم، کولد بودم یا آمستردام، حتی مخاطب غیر ایرانی هم میان و براشون به هر حال این نمایشگاه یک جذابیتی داره و سعی میکنن بیشتر درباره مثلا ادبیات ایران بدونن، درباره کتابهایی که درباره ایران منتشر میشه بدونن. برای همین این باعث شده که حتی ناشرها هم کتابهای چند زبانه بیشتری تولید بکنن و فقط محدود به زبان فارسی نباشن، یا کتابهایی که مثلا به زبانهای اون کشور محل برگزاری نمایشگاه هست درباره ایران و یا درباره ادبیات ایران عرضه بکنن. برای مثال خود نشر ما روناک یا نشرهای همکار ما در هلند مانند مثلا نشر دنا یا عقل سر کتابهایی رو به زبان هلندی با ادبیات در واقع ایرانی منتشر کردن و در دسترس مخاطب قرار دادن، که بیشتر باعث این در واقع اشاعه ادبیات شده و بسیار کمک کننده و به نوعی میشه گفت موثر بوده. هرچند طبیعتا ما هنوز نتونستیم به اون سطح از داشتن مخاطب بالا دسترسی پیدا کنیم که این یکی از چالش ها هست و طبیعیه اگرچه انگشت شمارن این مخاطبان، اما خب میبینیم که بعد از اینکه این نمایشگاه داره ادامه پیدا میکنه و جا افتاده، کم کم اون مخاطب غیر ایرانی رو هم داره به خودش جذب میکنه و این به نظر من یک گام بزرگ رو به جلو هستش. به نظرتون انتشار کتاب بدون سانسور، کنار گذاشتن وزارت ارشاد و این فرایند سانسور جمهوری اسلامی که در ادبیات خب داره خدشه بزرگی وارد میکنه، اینکه این فرایند رو بذاریم کنار و کتاب‌های بدون سانسور منتشر کنیم، جدا از اینکه
خود کتاب ها به صورت تک تک چه مخاطبی دارن و چقدر با استقبال مواجه میشن، چقدر خونده میشن، چه نقش رو داره در غنی کردن ادبیات فارسی در طول تاریخ ادبیات ایران؟ خب ببینید، ما وقتی که تاریخ، حالا بحث خیلی گسترده میشه اما من سعی میکنم کوتاه اشاره کنم، وقتی که به تاریخ ادبیات ایران نگاه کنیم و صحبت میکنیم، به دلایل مختلفی همیشه این سانسور وجود داشته. یعنی این سانسور محدود به فقط جمهوری اسلامی و نهاد بزرگ سانسوری به اسم وزارت ارشاد نیستش. در دوره های مختلف تاریخی به واسطه در واقع نوع نگاه حاکمیتی که بر ایران وجود داشته که عمدتا استبدادی بوده، ادبیات هم دستخوش در واقع سانسور و حذف هایی شده. اما خب الان این امکانی که مثلا ناشران خارج از کشور به وجود آوردن، ما شاهد هستیم که باعث ارتباط و نزدیکی بیشتری بین نویسنده ها، شاعر ها، مترجم های داخل ایران شده. یعنی اونها خیلی وقتا میدونن اگر ممکنه کتابشون دستخوش سانسور بشه، بخشی از اون حذف بشه و در واقع اون کتاب به نوعی میتونیم بگیم که دیگه تکه تکه میشه، اون اثر خالص و ناب نویسنده که وقتی خلقش کرده دیگه نیست، چون بخشی رو از اون رو حذف کردن و این اتفاق براش ممکنه بیفته یا افتاده. اونها با ناشره خارج از کشور تماس میگیرن و میدونن که از این طریق میتونن آثار خودشون رو با همون اصالتی که داشته منتشر بکنن و این تونسته تا حد زیادی در واقع فقط در حقیقت رد شدن از این سد سانسور رو محدود به خارج از کشور نکنه، بلکه به داخل کشور هم سرایت پیدا کرده. و یک اتفاق دیگه هم که میفته و من جا داره بهش اشاره کنم، برخی از کتاب هایی که در خارج از کشور منتشر میشه، حالا درست بحث اینی که بدون اجازه این اتفاق میفته و ممکنه برخی ناشرها ازش به درستی در واقع شکایت داشته باشن که حداقل یک اجازه باید گرفته بشه وقتی میخواید این کتاب رو در ایران حالا مثلا به شکل زیرزمینی منتشر بکنید، اما در نهایت من فکر میکنم وقتی این اتفاق میفته، چون کتابهای خارج از کشور برخیش واقعا مخاطب داره در داخل و من شخصا وقتی میبینم این کتاب ها در داخل ایران به صورت زیرزمینی منتشر میشه، همین برای من خوشحال کننده است، چون ما دوباره یک پله دیگه تونستیم جلو بریم و سانسور رو دوباره عقب بزنیم و همین کتاب ها دوباره دبل در دل ایران و به دست مخاطب برسه. هرچند که ممکنه مثلا حق و حقوقی از من ناشر، گاهن از نویسنده ضایع بشه و یا هیچ اجازه بابتش گرفته نشه، اما خب ما داریم یک پروسه رو تعیین می کنیم و باید در نظر داشته باشیم که این پروسه به هر حال هزینه هایی خواهد داشت. ما وقتی که می خواهیم از این سد بزرگ سانسور بگذاریم، سانسوری که گاهن به خارج از کشور هم سرایت کرده، ما در سالهای گذشته نویسندگانی رو داشتیم که به دلایل مختلفی حتی در بیرون از ایران هم جرأت این که آثار خودشون رو منتشر بکنن نداشتن، چون ممکن بود مشکلاتی براشون به وجود بیاد. نتیجه هم تو چنین پروسه‌ای که ما هستیم و با یک چنین در واقع سانسور گسترده‌ای که محدود به مرزهای ایران هم نیست روبرو هستیم، طبیعتا باید همه ما بتونیم با هم همکاری داشته باشیم، از بخش‌های ناگزیریم که از حق و حقوق خودمون بگذریم، اما این اهمیت در واقع مقابله با سانسور رو درک بکنیم و در رابطه باهاش مبارزه بکنیم، که من فکر میکنم در نهایت این اتفاقی که میفته بخشی از همین پروسه هستش و میتونه خیلی مناسب و خوب باشه.